اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. محصلین عزیز، هفته 16 از بخش کیمیای به حساب انجینریه که با شما صحبت داریم. عنوان موضوعی که در هفته 16 داریم تعاملات کیمیاوی، تصنیف تعاملات کیمیاوی، انواع تعاملات کیمیاوی، تعاملات کیمیاوی از نظر میخانیکیت و همچنین اهداف از این تعاملات. به حساب شاگردان باید بفهمند معلومات درباره تمام تعاملات کیمیایی که در کیمیا صورت میگیره بفهمند، و همچنین محصلین قادر باشند که تعاملات کیمیایی را از همدیگر چکار کنند، تفکیک کنند. انواع تعاملات کیمیایی میگیم. تعاملات کیمیایی را بر اساس سمت تعامل در دو بخش تقسیم میکنند: تعاملات رجعی و تعاملات غیر رجعی. او تعاملاتی که به حساب غیر رجعیه که یک دفعه تعامل صورت گرفت پس برگشت نداره، و تعاملاتی که اگر یک دفعه صورت گرفت پس میتونید مالت اولی او رو بیارید که رجعی باشه. باز به حساب معادلات از این هم بعداً برای شما توضیح میدیم. صنف تصنیف تعاملات از نگاه جذب یا آزاد ساختن انرژی. ما دو نوع تعامل داریم: تعامل اگزوترمیک داریم و تعامل اندوترمیک داریم. که در تعاملات کیمیایی که هر تعاملی که در کیمیا صورت میگیره خالی از این دو تعامل نیه، یا بعضی ها اگزو هایند یا بعضی ها اندو هایند. پس اگر ما اگزوترمیک به حساب تعریف کنیم، میگیم مواد کیمیایی یا عناصر کیمیایی دارای انرژی ذخیروی داخلی کیمیایی هستند که همین انرژی داخلی ذخیروی کیمیایی به نام انرژی پتانسیل یاد میکنند که تمام مواد کیمیایی دارند. اگر بدون از تحریک از خود خود در این تعامل نور، حرارت یا انفلاق بروز ده، این تعامل تعامل اگزوترمیک است. بعضی تعاملات اگزوترمیکی وجود داره که تنها از خود نور بروز میده. بعضی تعاملات اگزوترمیکی وجود داره که از خود حرارت تولید میکنه، و بعضی تعاملات اگزوترمیکی وجود داره که هم نور هم حرارت و هم انفلاق بروز میده. که اگر یک نور هم از خود بروز داد، و تعامل اگزوترمیکه با آن شرط که تحریک نشده باشه، و اگر حرارت تولید کرد او تعامل اگزوترمیکه با آن شرط که تحریک نشده باشه، و اگر انفلاق هم کرد او تعامل اگزوترمیکه به شرط که به حساب تحریک نشده. مثلا ما تعامل اگزوترمیکی داریم فلز سدیم با آب. اگر فلز سدیم ببریم به اندازه یک ماش داخل آب بندازیم، انرژی داخلی ذخیروی کیمیایی از این به انرژی حرکی تبدیل میشه که میتونه روی آب در حالت شنا باشه. و اگر ما فلز سدیم بگیریم ساکن کنیم و از خود نور، حرارت و انفلاق بروز بده، که او تعامل اگزوترمیکیه که هر سه به حساب فاکتور در این تعامل به وضاحت دیده بشه. تعامل اندوترمیک میگیم تعاملیه که مواد دارای انرژی داخلی ذخیروی کیمیایی هستند، و هرگاه اونا رو تحریک کنیم از خود نور، حرارت و انفلاق بروز میدن. پس میتونیم که ما اگر فلز مگنیزیم در منبع حرارت قرار بدین، چون ما او تحریک کردین برای او حرارت دادین، در اثر حرارت فلز مگنیزیم میتونه به حساب بسوزه، و در اثر سوخت ما میگیم این تعامل چیه؟ اندوترمیکه. پس ما برای از او انرژی دادین که در اثر انرژی این تعامل صورت گرفت. وقتی که تعامل صورت گرفت این تعامل اندوترمیک میگن. پس چیزی ما برای بداده، و در اگزوا ما هیچ چیزی برای نا نمیدیم. صنف تعاملات از نگاه میخانیکیت، تصنیف تعاملات از نگاه میخانیکیت که به چندین صنفی دا به حساب دسته بندی میشه: تعاملات جمعی، تعاملات تجزیوی، تعاملات تعویزی، تعاملات احتراقی، تعاملات به حساب بیاب ساختن یعنی
دیهیدری شود و تعاملات با نصب به آب هایدری شود. اگر با تعاملات جمعی را اگر ما صحبت داشته باشیم، تعاملات جمعی تعاملاتی هستند که میتونن دو یا چندین انیون بالای یک مرکب نصب شد. مثلا اگر ما مرکب اتلین داشته باشیم که اتلین به حساب دو کربن با دو رابطه با هم تعامل کردن و هر کربن چهار ولانس داره که دو ولانس آزاد داره، اگر یک ولانس آزاد کلورین داشته باشه و یک ولانس آزاد خور کربن دیگه برومین داشته باشه، پس میتونیم بگیم که در امی مرکب به حساب اتلین مونو برومو مونو کلورو چی دارین؟ اتلین دارین که یک تعامل تعامل چی میشه؟ تعامل جمعی میشه. و اگر در یک تعامل جمعی در یک اتلین دو تا کلورین داشته باشین، پس میگین دای کلورو چی؟ اتلین، که ما میتونیم این تعامل جمعی بگیم. و همچنین تعامل تجزیوی داریم که ما در اثر حرارت میتونیم یک تعامل تجزیوی داشته باشیم. اگر ما کلساید یا کلسیم کاربونیت به کوره حرارت بدیم، در اثر حرارت مواد تجزیه میشن به چی؟ به کلسیم اکساید و کاربون دای اکساید. پس این تعامل ما تعامل تجزیوی بگیم. تعامل تعویزی به دو دسته تقسیم میشه و دو شاخه، تعامل تعویزی ساده و تعامل تعویزی مضاعف. تعامل تعویزی ساده ما میگیم که اگر به حساب یک هیدروژن با یک مرکب تعامل کنه، او تعامل تعویزی ساده، یا یک عنصر با یک مرکب تعامل کنه، تعامل تعویزی ساده که عناصر تشکیل دهنده مرکب شکسته میشه و او هیدروژن یا او عنصر به اون جین نصب میشن و یک چیزی از مواد خارج میکنن. و این تعامل تعویزی چیه؟ ساده، که مثل سودیم اگر با آب تعامل کنه سودیم هیدروکساید میسازه و هیدروژن آزاد میشه. تعامل تعویزی مضاعف تعاملیه که دو مرکب با هم تعامل میکنن، در اثر تعامل از اینا چکار میشن؟ مرکبات با هم تعامل میکنن و در اثر تعامل عناصر تشکیل دهنده مرکبات میشکنه و اینا تبدیل میشن و این عناصر با عناصر دیگه تبدیل میشن. مثلا اگر ما بگیم که کلسیم سلفید با سودیم کاربونی تعامل کنه، در اثر تعامل به او طرف معادله میشه کلسیم کاربونی و سودیم سلفید. پس ما میگیم که در این تعامل صورت گرفته، در اصل مرکبات به حساب تغییرات وارد شده و در رادیکال ها از اینا هیچ تغییری وارد نشده. یعنی کبوتر با کبوتر، باز با باز تشکیل روابط میکنند. او انیون قوی با او کتیون قوی و او انیون ضعیف با او کتیون ضعیف داخل تعامل میشه و مرکبات جدیدی میسازد. ما تعامل اعتراقی داریم. تعامل اعتراقی تعاملیه که در اثر اعتراق مواد تشکیل میشن. مثلا اگر ما گاز متان حرارت بدیم، گوگرد به او بزنیم، او چکار میشه؟ میسوزه. وقتی که بو سوزه به گاز متان داخل کپسول، وقتی که گوگرد میزنید او میسوزه، گاز متان تبدیل میشه به کاربون دای اکساید و آب و انرژی. پس این تعامل اعتراقی بود. انرژی به حساب به وجود میاد که همون آبی که به روی از او گذاشتین یا غذایی که گذاشتین او پخته میشه و کاربون دای اکساید همون دودیه که او میکنه و همچنین در محیط اگر پراکنده هوای سرد باشه به خانه این کار بگیرین بکنین و همچنین روی به حساب شیشه به حساب اثرات آب بونجی نمایان میشه. و تعاملی دارین هایدریشن و تعاملی دارین دیهیدریشن. هایدریشن اینه که ما آب روی یک مولکول یک مرکب نصب میکنیم. اگر ما گاز اتلین داشته باشیم یک مولکول آب رو از اون نصب کنیم، تبدیل میشه به ایتای الکل. پس ما اتلین در موجودیت یک مولکول آب که رو از اون نصب کردیم، نظر به میخانیکیت تا
تعامل شرایط برای آماده کرده و او تبدیل شد به ایتایل الکل. و دی هایدریشن اینه که به حساب آبر چکار میکنین؟ از او میکشین یا آبر میشکنین. اگر ما ایتایل الکل به حساب بین از او سلفوریک اسید بندازین و او را حرارت بدین و در اثر به حساب سلفوریک اسید خواص آب جذبانه داره، یک مولکول آبر جذب میکنه و گاز ایتلین پس چکار میشه؟ آزاد میشه. پس ما هایدریشن اگر بگین آبیاری میگیم، دی هایدریشن اگر بگید به حساب کشیدن آب میگیم، یا به اینجا تعامل بی آب ساختنه که دی هایدریشنه، تعامل با نسب آب که هایدریشن. دیگه تعامل کیمیاوی چیست؟ یک ویدیویه که شما این ویدیو رو میتونید به حساب مشاهده کنید. تعامل کیمیایی چیست؟ تعامل کیمیایی عبارت از یکجاشدن عناصر یا مولکول ها برای تشکیل مرکبات و یا تجزیه شدن یک مرکب به عناصر تشکیل دهنده آن است. مثلا هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه مرکب آب را میسازد. هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه مرکب آب را میسازه. قسمی تردین به شکل گاز میباشد، ولی زمان که اینها تعامل میکنن شکل مایع را به خود میگیره. هیدروژن داره ولانس مثبتی و اکسیژن داره ولانس منفی دو است. چنانچه دو اکسیژن باید ضربه دی جوش شود. دو چهار تا هیدروژن، یکی دو تا هیدروژن داریم، باید چی هم ضربیش جوش شود. چاکرم از باب منفی با هم دیگه مساوی شد. تمامی که هیدروژن با اکسیژن تعامل میکنه مرکب آب را میسازه. مثلا به بلون بریم، ما یک مقدار گاز هیدروژن در فضای موجود اکسیژن رو بنا زمانی که این هم دیگه با هم دیگه تعامل میکنه آب را میسازه. برای سودیم با کلورین، کلورین در حالت عادی به شکل مولکولی پیدا می شود. تعامل می کنه مثل مرکب سودیم کلوراید. سودیم داره ولانس مثبت یک، کلورین داره ولانس منفی یک. چنان ولو چارچه مثبت منفی و دیگه مساوی اختصار می شن. اینجا باید ظریف بشه چون اینجا دو کلورین است. اینجا باید سودیم موجود باشه. ساخت مرکب سودیم کلوراید را. مثلا اینجا به مقدار دیگه در یک الانبر مندازیم ما تا حرارت را اکسیژن تولید میکنه یه ظرف ما را نشکنانه. بعدی گاز کلورین را مندازیم. گاز کلورین را دوانه که این الانبر ما از گاز کلورین پر شد، بازش یک توته سودیم سودیم آماده تیل نگاه میکنیم مندازیم. برنج اعصاب با هیچ کاتالیز استفاده میکنیم به خاطر که تعامل ما را سریع بسازه. تعامل سودیم با کلورین یک تعامل انفلاقی است. سودیم به رنگ زرد میسازد. یه ساخت مرکب سودیم کلوراید را. علامه اختصاری تعامل کیمیاوی چیست؟ معادله کیمیاوی. علامه اختصاری عنصر مساوی شد به سمبول. علامه اختصاری مرکب مساوی شد به فرمول. و علامه اختصاری تعامل کیمیاوی مساوی شد به معادله کیمیاوی.